سلام بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان، شام هر یکی شما بخیر و شادی باشد. به دیدار هم رسیدیم در نشر نوی برنامه روی شب. دوستان عزیز، چلی که خود شما میدونید، ما پیوسته تلاش میکنیم که در برنامه جوانان موفق را دعوت کنیم. اکنون در نشر نوی برنامه روی شب باز اطراف یک جوان موفق سخن میرود. همگان میدونیم که در تاریخ 10 تا 12 نوامبر در شهر سوچی فدراسیای روسیه مسابقه برگزار گردید و یکی از جوانان وطن دوست کشور بهروز خواجه‌زاده در این مسابقه اشتراک نموده سزاوار مدال طلا گردید و عنوان چمپیون جهان را صاحب گردید. اکنون در نشر نوی برنامه مهمان ما هستند، چمپیون جهان بهروز خواجه‌زاده. خوش آمدید به برنامه امشب روی شب. تشکر. اولا شما رو بخیر شدی میگویم. سلام باشین. شما رو شکر میکنم. علاکه بینندگان عزیز تلویزیون تاجیکستان پورا شما رو میشناسند، زیرا توانستید یک قهرمانی نشون دید و چمپیون جهان گردید. بعد از 42 سال همه ما میدونیم که جهان پهلوان سید مومین رحیموف سال 1975 در شهر مینسک بلاروسیه در وزن 100 کیلوگرم اگر خطا نکنم رقابت نموده چمپیون جهان گردید. اگر ما امروز مقایسه کنیم از سال 1975 تا امروز 42 سال می شود و تا امروز یگان نفر در نمودی ورزشی سامبو چمپیون جهان نگردیده بود و سال 2017 که سال جوانان است و فکر می کنیم یک تحفه خوبه بود برای تمام مردم تاجیک از جانب شما که توانستید چمپیون جهان گردید. من در آغاز بسیار می خوام که صحبت رو اویدن این مسابقه ای که شما از اونجا برگشتید و عنوانی چمپیون جهان رو صاحب گردید کمی قصه کنید. خب با کدام امودگی رفته بودید و باوری بود که مثلا چمپیون جهان می شوید؟ بله، ما با امودگی خیلی خوب در این مسابقه تیاری دیدیم که قریب 2 ماه در مشق‌های دست جمع اونا اشتراک نمودیم با رهبری سرمربی جمهوری تاجیکستان ناصر بازاروف و بعدا به این مسابقه روانه گشتیم که در روزهای 10 تا 12 نوامبر سال 2017 برگزار گردید. ما در روز 11 رقابت ها را شروع نمودیم که یکم رقیب من از دولت رومینیا بود. من او را با حساب 8-0 مغلوب نمودم. دویم رقیب من از جمهوری گرجستان بود که او چمپیون جهان، چمپیون اروپا حسابیده میشد. من او را با حساب 3-1 مغلوب نمودم. در دور سوم من با رقیب ایتالیایی خود خوب آزمایی نمودم که او را نیز با حساب 8-0 مغلوب نمودم و در دور نیم نهایی من با رقیب خرواتی خوب آزمایی نمودم که او را نیز با حساب 8-0 مغلوب نمودم و با اخوری های نیایی برامدم و در اخوری های نیایی با یکی از پهلوانان خیلی با قوت جهان ستپان پاپوف بود که او 3 کرات در چمپیونات جهان سزاوار جای اول گشته بود و این چونین چمپیون یک چند کرات اروپا و چمپیون بازی های اروپایی حسابیده می شد. او را توانستم با حساب 4-2 مغلوب نمایم. بهترین. خب مثلا وقتی که اشتراک میکردید، اون روزی که مثلا شما اشتراک کردید، من تماشا کردم نوارش رو، همگی 4 دولت فکر میکنم روح یافته بودن. یک نفر جای یکم، یک نفر دیگر جای دیوم، دو نفر جای سیوم. خب در جای یکم وقتی که پرچم ها پرفشون میشد، در جای یکم تاجیکستان بود. من با باوری گفتم میتوانم که تمام مردم تاجیک، اون نفری که ذره اگر در بوتینش، در وجودش حسی وطن دوستی، حسی مهنت پرستی اگر باشد، ذره بودیدن این منظره وجودش را یک خوشبختی فرا میگیرد. آن همون لحظه چی حسیات بود؟ بله، این حسیات خیلی گفته نشونده است که ورزشگر تنها خودش حس میکند و در فکر تو تمام مردم تاجیک پیش نظرت می آید. بله، در مسابقه از چند دولت دنیا اشتراک داشتند؟ در مسابقه جهانی زیاده از
93 دولت اشتراک کردند. بهترین. در این سال در سال جوانان در پیش خود یک مقصد گذاشته بودم که تا در چمپیونات جهان سازوار جای اول گردم و به مقصد خود رسیدم. بعد از اون که مردم تنها زیر زبان مردم یک گپ بود چیزی که در آغاز قید کردم، بعد از 42 سال قهرمانی های سعید مومین و رحیمو رو بیروز خوجازاده تکرار کرد. همین سخنان رو وقتی گوش میکردید با خود چی میگفتید؟ چی خلاصه‌ای برآوردید؟ بله، من خیلی خرسند شدم در حالتی که چمپیون جهان گشتم. بعد 42 ساله که شد راون سعید مومین رحیموف چمپیون جهان شدن، زیاده از 370 ورزشگر از جمهوری تاجیکستان با چمپیونات های جهان رفته اشتراک نمودند و آنها میسر میشد که صدر جای دوم و سوم میگشتند و من خیلی خرسند هستم که توانستم صدر جای اول گردم و با ورزشگرانی با سمبوچیانی کشور خواهانی آنم که در آینده توانند این مقام را به دست آورند. بهترین. وقتی که از چمپیونات جهان برگشتیم، اولین کاری کردم این با زیارت جهان پهلوان شادروان سعید مومین رحیموف بود که ما رفته زیارت نمودیم. من باوری دارم که مسابقه که مثلا در سوچ فدرست رسه برگزار گردید، اکثریت بیننده ها دیدن و برای اون نفرانی که مثلا تماشا نکردن از قوازمویی گیم به روز خوجازاده معلومات ندارن، این حال همون نواری که در سوچی فدراسیه روسیه برگزار گردید پیشنهاد شما میگردد. Concentrated enough, he wasn't ready for the first 2 minutes of the fight, and then it was when Khojazoda succeeded to win. اولین قدمی که با تلوری واردشی گذاشتید این کدوم سال بود؟ من در سن 11 سالگیم مرا برادرم با تالار ورزشی که در اونجا استاد عبید و صدرالدین مشورزی میدادن من رو با اونجا آورد و اولین مسابقه من بعد یک ماه بود که شروع شدن؟ بعد یک ماه بود که در اونجا
در وزن 30 کیلوگرم اشتراک نمودم و بعدا در مسابقه های جمهوریوی بین نورسان چند مرتبه چمپیون جمهوری تاجیکستان گشتم و در بین جوانان در بین کلانسالها نیز چندین مرتبه چمپیون جمهوری تاجیکستان گشتم و خود همین سال ما در چمپیونات آسیا که در شهر تاشکند برگزار گردید در آنجا در وزن 68 کیلوگرم سازوار جای اول گشتم و در بازی های آسیایی که در شهر اشخاباد جمهوری ترکمنستان برگزار گردید در آنجا در وزن 74 کیلوگرم اشتراک نمودم سازوار جای اول گشتم. من طول 11 سال است که در هم در نمودی گوشتین سامبو و هم در نمودی گوشتین جودو و اینچنین در گوشتین ملی نیز اشتراک می نمایم. در گوشتین ملی در نوروزی ها نیز اشتراک می نمایم و در جام پایتخت نیز چند مرتبه غالب جام پایتخت گشتم در وزن زیر 80 کیلوگرم. اکنون 11 سال پیش وقتی شما برادرت با تلوری ورزشی برگفتید شما خودتون ذوق داشتین وقتی که مثلا شما رو در تلوری ورزشی موندن برای شما مشکل نمی نمود خودتون ذوق داشتین که من باید ورزشگر شوم؟ بله ما در دهات در وقتی که نوروزی ها برگزار می گردید گوشتین میکلیفتین؟ بله در اونجا بخاطر اون توفه شما بله در اونجا اشتراک می نمودیم و غالب نیز می بر اومدیم. خب غیر از شما کی هست مثلا در اویلا بود با ورزش مشغول؟ پدرم، امکم، برادرم. مخصوص انتخابی نمودی ورزشی سامبو چقدر پیدا شد؟ مخصوص نمودی گوشتین سامبو این به خاطر که پدر و برادر همین نمودی بله، ورزشی بله، مخصوص باشد؟ بله به خاطر که پدرم گوشتینگیر بود امکایم نیز گوشتینگیر بودن و این چونین دو سال سامبو؟ نه اونها گوشتینی همین ملی و دو سال پیش که برادرم مشورزی می نمود اون که از نیز سبب شد من با این نمودی ورزش تمرین نمودم. من وقتی که این مسابقه را تماشا کردم لحظه اخیران این مسابقه بود اصولی بود که فکر میکنم بسیاری ها تا فکر کردن که در همین حالت مثلا شما تسلیم شوید و غالبا نصیب رقیب شما میگردد اما شما تسلیم نشدید تا آخرین لحظه ها که این اصول بسیار اصولی مشکل است. یعنی من در بسیار مثلا وقتی که چون این مسابقه رو تماشا میکنیم در همین اصولی که وقتی گرفتار میشوند دوچار میشوند در حال تسلیم میشوند اما شما تسلیم نشدید مشکل نبود مثلا بسیار دردمند میشوید در همین؟ بله مشکل بود وقتی که در واخوری های فینالی من با ورزشگر بلاروسی استپان پاپوف خوازمایی نمودم او را با حساب 4-2 وقتی که من بریده ایستاده بودم و در 30 سکوندی آخر من به حالت لد دادن دست دوچار گشتم که بله بسیار حالت قین بود از این حالت برآمدن و به پیش نظر من گفتهای جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام‌علی رحمان به یادم می اومد که اون کس می گفتند وقتی که با تمام ورزشگران گفته بودند که وقتی که شما در مسابقه های جهانی و بین المللی اشتراک می نماید فکر کنید که در پشت شما 8 میلیون تاجیکستانی شما را در پشت شما هستند و من حقوق نداشتم که در آن لحظه تسلیم شوم چون که درد میکردن. بله من در آن فکر بودم که دستم شکند هم من تسلیم نمیشم. اگر شما تسلیم شدید پس؟ بله اگر من تسلیم شدم غالبیت به ورزشگر بلاروس داده میشد. بهترین با همین حالات اگر مرتبه دیگر دوچار شده بودید؟ تا امروز مثلا 11 سالی که در عالم ورزش هستید؟ نه راستی گپ در مسابقه ها دوچار نشدم ولی در مشقهایی که در داخل تمرینگاه میگذرد مخصوص اینو تشکیل میدهند؟ بله مثلا وقتی که به شما استادان میاموزند نزدیکی همین
ورزشی سامبو رو همین چیزا رو به شما میفهمونن. چونه میفهمونن مثلا استادو وقتی که در همین حالت دوچار شدی باید چیکار کنید؟ اصلا مثلا وقت رفتو اگر شما تسلیم نشوید مثلا اگر اینجا از حسابی وقتم کمک کرد وقت به شما بسیار کمک کرد اگر مثلا کمی وقت زیادتر میشد شاید شکستون ممکن بود ممکن بود بله بله باید چیکار کنید در همین حالت اولا اگر مسئله هست که مثلا از همین جو برای بی تسلیم شدم نه نیست تو استادان میفهمونن که به همین اصول اول دوچار نباید شدید کوری کوکی به همین دوچار نشدید بله اگر وقتی که دوچار شدید سونیه ها زیاد باشند در حالت لد دادن زیاده از یک منوت نگاه داشته می شود وقتی که سونیه ها زیاد باشند در این لحظه ها شکستن دست ممکن است و استادان استاد میگوید که خوبترش به این اصول داده نشوید. فکر میکنم اونجا وقت کم بود. بله وقت... همون لحظه های بسیار حساس همون لحظه ها بود فکر میکنم. وقت نیز خیلی رولی اساسی رو بازید. چون که کمتر از 20 ثانیه در من دستم راست شده بود در حالتی لد دادن دست دوچار شده بودم کمتر از 20 ثانیه بود. بله وقت نیز خیلی رولی اساسی رو بازی. خب اکنون من میخوام که در همین برای اصول های سامبو سخن کنیم. مثلا یکی از اصول هاش همین است. مثلا وقتی که لد دادن دست. با چگونه اصول هست که وقتی که دوچار شوی دیگر امکانی خلاص شدن نیست. هست مثل همین اصول ها؟ بله این اصول ها لد دادن پوچه نیست در نمودی سامبو. مثل همین؟ مثل همین بله لد دادن پوچه. و دیگر اصول ها باشد از راستا پرتافت کنی غالبیتی صاف شمارده می شود وقتی که پوچه در زمین رسید و پرتافت کنی چهار خال داده می شود و این چونین دو خال و یک خال نیز در نمودی سامبو می باشد در حالتی که وی به شکم می زند یک خال داده می شود در حالتی که او یک کتف میزند دو خال داده میشود در حالتی که هر دو در حالتی که پشت به زمین میرسد چهار خال داده میشود خوب و این چونین وقتی که پوچه در زمین نرسد از در حالتی راست ایستادن پرتاف کنی غالبیت صاف یعنی که هشت خال داده میشود من همین اصول اخیرونه که مثلا تقدیری شما رو حل کرد در همون مسابقه که پرچم پرافشان شد همین اصول بود مثلا چی خطایی میکنی که ما به همین اصول دوچار میشویم یعنی ورزشگر با چی خطاگی رو می دهد یعنی از مهارت خوبی ورزشگر رو بس است بله اون رقیبی که با من قوازمایی نمود در دوره فینالی این اصول های دوست داشته او به شما می رفت هر یک ورزشگر اصول دوست داشته بله بله با روسی کارونی پریوم میگن این اصول های دوست داشته او به حساب می رفت که وی در چندین مسابقه ها از روی اصول آدم ها رو برای دست و پوچه چند کس رو نیز شکست به حالت شکستن دوچار کرده بود از روی همین اصول هاش شما می دونستید که همین بله من در در یک اگر مثلا پیش از اونایی که شما نمی دونید وقتی که مسابقه می روید رقیب شما کی است پیش اکی معلومه دارید راستی گه بازی اینترنت برامدگی های ما می توانیم تمام رقیبان خود را از آنجا یاویم و برزید آنها کار کنیم مثلا شما می دونید که همین رقیب شما همین بله بله من در پیش از چمپیونات جهان در ویدیوی او رو تماشا کردم که او در از نزدیکش با خبر میشه بله بله که او در بازی‌های اروپایی که سال 2016 برگزار گشته بود با حریف آذربایجانیش به فینال برآمد و پای او را شکسته بود و او را در سر کتف به پیش دکتر برده بود من این حالت ها رو در اینترنت تماشا کرده بودم و خیلی هم گفتم به این اصول ها داده نشان لیکن او تاونیست این اصول را من اولا برای شما احسن میگم میدونی برای چی؟
برای که شما میدونستید مثلا چند نفر رو با همین اصول مغلوب کرده بود است، حتی دست پا شکستگی بود است چند نفر رو، شما میدونستید تماشا کرده و در همین اصول گرفتار شدید. بله. اگر این پوشیده نیست، اکثرت نفر وقتی یک نفر از فعالیتش باخبر است، مثلا شما مسابقه اون رو تماشا کردید، بسیاری اگر در این حالات میبینند در رو تسلیم میشدند، از اون که میترسیدند که دستم میشکند، از یه چیزی فقط از ترس دست که دستم میشکنند در رو تسلیم میشدند. من برای چی اصلا میگم که شما تماشا کرده بودید میدونستید. اکنون در برای اصول جوگا بزنیم، اصول دیستوسیه شما چی گونه است؟ اصول دیستوسیه من برای سلیکیتا، برای که همون تماشا کردم خطو نکنم از 20 یاد هم همی خیلی بود در همین مسابقه. این اصول سلیکیت می باشد، اصول دوست داشته من و دیگر اصول ها رو نیز به کار می برم. اصول با زبان روسی ما بسیار این اصول ها رو تکرار می کنیم در مشق. اصول پدخواد، بدرا. چی گونه هست اینو؟ این بدرا از میانبند خبیده نزنی، پدخواد ای تار با پونیز یاردن میدهی در وقتی اجرا کردن اصول. اینه که شما در اینجا گفتین که مثلا وقتی که ما پیش از مسابقه ویدیو رقیبان خود رو تماشا میکنیم، اجازه هست؟ مثلا من پیش با چند نفر از در این برنامه چندین ورزشگر رو دعوت کردم، اونا میگفتن که ما نمیدونیم که رقیب ما کی هست. وقتی که بسنا میبرای مثال اون نفری که انتظار هستی، اون نفر نیست، مثلا تماما دیگر نفر است. تو امروز من فکر میکردم که از رقیب خود بیخبر هستیم که ما صحنه میرویم، مثلا میدان با کی رقابت میکنیم. اما شما میگید که طریق ویدیو، طریق اینترنت مثلا تماشا میکنیم از بله ما فعالیتش باخبر میشویم. بله در ما اجازت است وقتی که در ما میبینیم در چمپیونات های اروپا رقیبان ما چخل برآمد میکنند و اونها رو جای سستیشون رو میکنیم که چخل مغلوب گردانیم اونها رو. اگر شاید رقیبان شما رو تماشا کنند. بله اونها نیست تماشا میکنند. بیروز خوجا زاده تنها یک اصول دارد، سرکیت میگم باید از آن احتیاط کرد. بله در آنجا با رقیب بلاروسی فهمونده بودن این اصول رو. در لحظه اول وقتی که من دستی راستی او رو میگیرتم، او به من امکانیت نمیداد که من دستی او رو دستش رو گیرم. اما بخبر بود. بله او با او فهمونده بودن که او اصولی سری کتف میکند با فکرم و دستی خود رو میگریزون و من کوشش نمودم که اصول خود رو استفاده برم و هم کوشش کرد که اصول خودش رو استفاده برم. بله اونی کوشش کرد اما به نتیجه انجام یافت. اگر ما همین مسابقه رو به یاد بیاریم، خود شما مثلا شما میدونستید که با همین اصول شاید شما رو مغلوب کند، چی خطایی کردید که گرفتار شدید؟ شما میدونستید که باید من یک کار کنم گرفتار نشوم، چیکار قید کردید؟ چی خطایی بود؟ یا که در وقتی مسابقه میبرای همه چی فراموش میشود که چگونه اصول است؟ نه فراموش نمیشود. بله من به فکرم که کمتر خطایی کردم، برای اون که وقتی که او این اصول رو اجرا کرد، من از جای پای چپ خود رو اول خستم که او همین پا رو گرفت، من همین چپشیدم آخه. بعد او دوام دادن گرفت. در همینجا گرفت تا شدید؟ بله. چور شدید؟ این خطاگی بود، اما این خطاگی ها رو نصیب باشد برطرف میکنیم تا در مسابقه های دیگر به این خطاگی ها راه ندهیم. مثلا وقتی که از مسابقه شما برمیگردید، نه تنها همین مسابقه، دیگر مسابقه هایی که شما برمیگردید تماشا میکنید، فکر میکنید من مسابقه خودتون بله. که مثلا در اونجا چی خطاگی ها کرده خطاگی. همشه تماشا میکنیم و بعد کوشش مینامیم که دیگر با این خطاگی ها دوچار نشویم و این خطاگی ها رو از بین میبرداریم تا که در مسابقه های دیگر این خطاگی ها راه داده نشود و کوشش مینامیم که غالب گردیم و کوشش میکنیم که پیش از همه اون رقیبی که با ما برآمد میکند، ما باید اول دونیم که از کدام اصول استفاده میبرد. پیش از همه فکر میکنم من بله. بسیار چیزی اساسی، من عین اون صحبت کردم با شما، من درک کردم که از همه چیزی اساسی برای ورزشگر همین است که
донад ки мисол рақибу мисол чӣ гуна усулҳоро истифода мебарад. Аз ҳама чизи муҳим. Бале. Хуб, баъд аз оне ки чемпиони ҷаҳон гардидед. Яъне ки аз он нафаре ки шуморо масалан нозукиҳои ин варзиши самборо нишон дод. Яъне пурра шуморо омода кард барои иштиёк дар ҳамин мусобиқа. Ки аст? Бале, ман миннатдори худро аз тамоми устодони ҷумҳурии тоҷикистон менамоям ва хусусан аз мураббиам Обидов Садриддин миннатдор ҳастам ки тӯли ин қадар аввалин мураббии шумо буд агар хато накунам. Бале, ки тӯли ин қадар сол маро ба ин мусобиқаҳо тайёрии ҷиддӣ дидем бо он кас ва инчунин миннатдории худро ба сармураббӣ ҷумҳурии тоҷикистон оид ба самбо Носир Бозоров менамоям ки дар машқҳои дастаҷамона ба мо хело кӯмак расониданд он кас. Хуб, баъд аз оне ки дар мусобиқа соҳиби медали тилло гардидед, ба тоҷикистон бармегаштед, дар фурудгоҳ хато накунам чанд ҳазор нафар шуморо истиқбол гирифтанд. Шумо медонистед ки масалан ҳамин чанд ҳазор нафар ба истиқболи шумо омодаанд? Бешакл ба шумо маълумот дода буданд? Не, рости гап вақте ки мо бо тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон самбочиёни тоҷикистон ба фурудгоҳ дар дили шаб соати ду-си дақиқа расидем. Ин хело мардум зиёд буданд. Ин ба мо як рӯҳи илҳоми тоза бахшид ки то дар мусобиқаҳои дигар тавонем бозам хубтар омода шавем. Аз ин зиёдтар омода шавем. Яъне ки шумо хабар надоштед? Не, не. Баробари дидани масалан яку як боро мебинед чанд ҳазор нафар рӯ парои ту истодаанд ва туро истиқбол мекунанд. Мо чунин рости гап чунин гумон надоштем ки ин қадар мухлисон ба истиқболи мо меоянд. Бале. Беҳрӯз, ба варзишгароне ки дар ҳанамин намуди самбо машқ мекунанд, чӣ гуфтан мехоҳед? Варзишгароне ки дар намуди самбо машқ менамоянд, ман гуфтаниам ки бисёр меҳнат намоянд барои ғолиб омадан дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ ва кӯшиш намоянд ки чунин дастовардҳоро ноил гарданд, ин дастовардҳоро ва гуфтаниам ки ҳамеша сарбаланд бошанд тамоми варзишгарон. Ман чандин варзишгаронро мешиносам ки аз ҳамин намуди самбо чандин маротиба иштирок карданд, чӣ хеле ки қайд кардед, масалан бо ҷои дуюм бармегарданд. Чандин варзишгароне аст гуфтан ба онҳо мумкин аст ки ҳеҷ гоҳ рӯ афтода нашаванд. Яъне мешудааст баъд аз 42 сол чемпиони ҷаҳон мисол такрор кард қаҳрамонии Саид Муъмин Раҳимовро, аз ин ҷо ба хулоса омадан ки рӯафтода шуда наркорд нест. Шеъре ки мегӯянд ки агар гӯӣ ки битвонам, қадам бар неҳ ки битвонӣ, агар гӯӣ ки натвонам, бирав биншин ки натвонӣ. Яъне мешудааст масалан. Бале, бояд кӯшиш намоянд ки меҳнати худро зиёд кардан дар кор ки то муваффақ гардӣ. ва аз ҳама ҷиҳат, аз ҷиҳати физикӣ, аз ҷиҳати техникӣ бисёр тайёрии хуб дидан дар кор. Мо таманно мекунем ки сафи чунин варзишгарон ба мисли шумо зиёд шавад ва ҳар рӯзе аз Тоҷикистон як нафар гӯяд чемпиони ҷаҳон баромад ва мо хурсанд шавем, мо мардуми тоҷик. Зеро ин на танҳо ғолибияти як нафар, ин ғолибияти як давлат аст. Такроран шавед, мегӯем ки парчам парафшон мешавад, аз номи Тоҷикистон баромад мекунӣ. Айни ҳол ба омодагӣ кадом мусобиқа банд ҳастед? Уман омодагӣ дар кадом мусобиқа аст сатҳи байналмилалӣ? Бале, нақшҳои ман дар мусобиқаҳои оид ба дзюдо иштирок кардан аст, чунки дзюдо ин намуди олимпӣ ба шумор меравад ва нақшҳои мо дар ин сол, дар соли 2018 ин иштирок кардан дар мусобиқаҳои Гранд При, Гранд Слам ва дар чемпионати ҷаҳон ки дар давлати Озарбойҷон шаҳри Боку баргузор мегардад, нақшҳои мо
تیاری دیدن به این مسابقه ها است، چون که برای خال به دست آوردن برای بازی های اولمپی 2020 که در شهر توکیو جمهوری ژاپنیا برگزار میگردد، برای در 20 گونه بهترین ها شامل شدن است. خب من با شما موافقت میخوام و امید میکنیم که از این مسابقه نیز مثل این مسابقه با سری بلند برمیگردید. رحمت همگان به شما موافقت آرزو میکنیم تا که با سری بلند از مسابقه به تاجیکستان برگردید. رحمت. خب از اون تشکر میگم که به برنامه ما مهمان شدید. سلامت باشید. رحمت شما. دوستان عزیز، طول چند لحظه برنامه روی شب بود با جهان پهلوان بهروز خواجه‌زاده. در اینجا خیر خوش میکنید، در برنامه بعدی با چهره های نو بدیداری هم میرسید. تا دیدار. خیر.